سلام وقت بخیر به بخش دوم آخر خط از نور خوش آمدید. اصلاحات انتخاباتی، بایدها و نبایدها. ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی یکی از توافقات مهم رهبران دولت وحدت ملی در توافقنامه سیاسی آنهاست. رسیدن به این امر از اولویت هایی بود که باید دولت وحدت ملی در 5 ماه قبل به آن می پرداخت که نپرداخت. هرچند صدور فرمان برای ایجاد این کمیسیون و شکل گیری آن گام مهم است که در این راستا برداشته شده است، اما اگر افراد متعهد، لایق، بی‌طرف و آشنا با مسائل انتخاباتی در بحث مدیریتی و تکنیکی در این کمیسیون گماشته نشوند، شاید توقعی را که مردم در آوردن اصلاحات انتخاباتی از این کمیسیون داشته باشند نقش برآب شود. ظاهرا اولویت و مسئولیت کمیسیون اصلاح انتخاباتی این است که نهادهای انتخاباتی را از بنیاد عوض کند و در بحث سیستم و قوانین انتخاباتی نیز اصلاحات را ایجاد کند. اما در هر صورت مردم انتظار دارند که بعد از ایجاد اصلاحات دیگر تجربه های تلخ بحران های انتخاباتی را تکرار نکنند و باید انتخابات به اساس اصل یک شهروند یک رأی برگزار شود. با این همه در حالی که این کمیسیون هنوز کارش را در راستای آوردن اصلاحات انتخاباتی به گونه رسمی آغاز نکرده است، اما برخی رسانه ها از وجود اختلاف میان اعضای این کمیسیون در مورد چگونگی آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و مسائل مربوط به انتخابات گزارش دادند. روی همه این موضوعات در این برنامه آخر خط با حضور آقایان سید محمد حسن شریفی بلخوابی عضو مجلس نمایندگان و سید برهان الدین خلیلی آگاه امور سیاسی گفتگو می نماییم. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای بلخوابی، در اولین فرصت اجازه بدین با شما شروع کنیم. به هر حال چیز کمتر از 10 روز از ایجاد کمیسیون به نام کمیسیون اصلاح انتخاباتی میگذره. فکر میکنید حالا چرا رسما کار این کمیسیون آغاز نشده؟ تشکر با عرض سلام به معذر شما و مهمان عزیز و بینندگان خوب شما. شما ببینید فلسفه ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر این است که مشکلاتی که در گذشته بوده، نواقصی که در گذشته بوده، سوء استفاده های وظیفوی که در گذشته بوده، تقلب، تخلف و تخطی های گسترده و وسعی که در انتخابات ریاست جمهوری بوده، مخصوصا در دور دوم، به خاطر رفع این معضل و چالش و مشکلات و موانع و نواقص و تقلب باید یک کمیسیون ایجاد شد. پس مبنای فلسفی وجودی از این است. حال سوال اساسی در اینجا است، آیا کمیسیونی که ایجاد شده، افراد و اشخاصی که در کمیسیون معرفی شده، آیا می تواند این مسئولیتی که بعد مسئولیتی ملی، دینی، اخلاقی و وجدانی، یعنی اصلاح عمیق و همه جانبه کمیسیونای انتخابات، تا اینکه اعتماد از دست رفته مردم دو مرتبه بر بگرده و یاد شد، آیا این توان و این مدیریت و این تجربه و این شایستگی و این لیاقت و بی‌طرفی اینجا وجود داره یا نداره؟ سوال اساسی امروز در پیشگاه مردم ای است. شما ببینید، باید در این کمیسیون افرادهای با تجربه، افرادهای لایق و افرادی بی‌طرف و او افرادی که نگاه ملی ایمانی آقای و وجدانی در قسمت داره آیا معرفی شده یا خیلی سوالاتی هست که بعد به این مسئله میپردازیم. در این برنامه روش بحث خواهیم کرد. در آغاز اگر بپردازیم به این مسئله که فکر میکنید چرا تا حالا رسما کار این کمیسیون شروع نشده؟ میخواستم با این مقدمه به سوال شما برسم که چون این کمیسیون اون کمیسیونی که واقعا بر اساس خواست و آرزوی مردم، بر اساس تقاضای مردم، بر اساس اون انتظاری که طرف های قضیه و مردم افغانستان، جامعه مدنی، پارلمان کشور و تقریبا در قسمت اصلاحات کمیسیون ها یک اجماع ملی در کشور به وجود آمده، آیا اینا اون افراد هستن یا نیستن؟ مشکل در اینجا است. یعنی اون چیزی که انتظارات مردم رفت که واقعا کسانی در اینجا معرف شد که این توان را داشته باشه و او انتظاراتی که مردم داره اینا میتونه برآورده بکنه کنه، مشکل در اینجا هسته. و اصل بحث همی هسته که تو هنوز تقریبا 10 روز یا بیشتر و کمتر
از این ایجاد این کمیسیون و معرفی افراد این کمیسیون میگذره، ولی هنوز کاری اقدامی صورت نرفته، مشکل داره اینجاست. بسیار تشکر آقای بلخوی. آقای خلیلی اجازه بدین قبل از پرداختن به بحث ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی و چگونگی کارکرد این کمیسیون بیایم در مورد اصلاحات کمی صحبت بکنیم. یکی از موارد که رهبران حکومت وحدت ملی در واقع در توافقنامه سیاسی هم بالای او خیلی تاکید داشتن آوردن اصلاحات جدی و اساسی در نظام انتخاباتی کشور بود. گفته هایی وجود دارم مبنی بری که در انتخابات 2009 و در 2014 هر دو انتخابات در واقع با بحران مواجه شد و همین سیستم انتخاباتی و قوانین انتخاباتی نتیجه نداد. بیاین شما کمی با جزئیات‌تر صحبت بکنین که واقعا احساس میکنین در کجای کار نیاز از اصلاحات وارد شود در نظام انتخاباتی کشور. بر سلام خدمت جناب عالی محترم و بینندگان محترم روز نور. دقیقا ما انتخاباتی که شما از دو انتخابات نام بردین 2009 و 2014، ما در انتخابات 93 یک مدار ما در قبل از این ناآشنایی ها و پروسه چندان بلدیت و آشنایی که نبود، بعضی از اشکالات وارد شد. اما نسبت هر انتخاباتی که ما پشت سر گذاشتندیم، انتخاباتی که سپری شد از دیگه که باز می آمدیم و تجربه می گرفتیم بهتر چی می بود. و معنی از این بود که یک سری آشنایی ها و بلدیت هایی که به پروسه به وجود می آمد، بعد در پلوش به جای از اینکه اصلاحات در اونجا بیه و نظام انتخاباتی و برگزار کنندگان انتخابات به شکل درست و سالمش پروسه را مدیریت بکنند، متاسفانه دیده شد که نابسامانی های بیشتری با درک بیشتری از آگاهی از پروسه، نابسامانی های بیشتری در پروسه های انتخاباتی به وجود آمد. این به معنی از این است که در حکومت ها بیشتر با دخل و تصرفی که در کمیسیون های انتخاباتی دارند، برای یک سری مسائلی که برای خودشان لازم میبینند خیلی آماده نبودن که اصلاحات لازم در پروسه به وجود بیارن. یکی از خلاهای بسیار جدی هم همی بود و در انتخابات 93 که ما چالش های بسیار جدی را دیدیم و انتخابات در حالی که مردم با بسیار گستردگی در پروسه شرکت کردن و علاقه بسیار جدی داشتن، حتی خیلی گمان زنی ها به این بود که مردم افغانستان با چالش هایی که انتخابات است، با تهدیداتی که از لحاظ امنیتی اینها به افغانستان به او مواجه است، مردم اینقدر به این گسترگی اشتراک نکنند که این عکس شد و مردم بسیار با علاقمندی به پروسه آمدن، حمایت کردن، شرکت کردن. بدبختانه با مهندسی و یا با دستکاری هایی که در کمیسیون انتخابات مجریانی پروسه اونها انجام دادن، بدبختانه که همه این شهامت هایی را که مردم به پروسه انجام دادن این را نادیده گرفتن و دستکاری هایی کردن و عملکردهای بسیار نادرستی را انجام دادن که هم مردم را مایوس کردن، هم پروسه را به گونه ای و نمایش گذاشتن که مرد افغانستان در هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی یک پروسه بسیار شرم‌آور بود. و کمیسیونی هم که برای آوردن اصلاحات ایجاد شده، کمیسیون اصلاح انتخاباتی هم مشخصا به همین مورد و به همین دلایل ایجاد شده. شما کمی صحبت بکنید موردی که در کجای نظام انتخاباتی کشور و قوانین کشور باید اصلاحات وارد شود. ما دقیقا اگر قوانین انتخابات ملاحظه کرده باشیم و ملاحظه کنیم ببینیم، ما قوانین خوبی داریم در نظام انتخاباتی و قوانینی که در نظر بر انتخابات اون چون اشکالاتی در وجود نداره. اینجا تخطی ها، تقلب ها و خرابکاری ها رو در پروسه قانون قوانین انجام ندادن. افراد و مجریانی بودن که مدیریت میکردن و اونها آمدن کار انجام دادن. شما فکر میکنید با برکناری افراد که متقلب هستن در واقع دیگر نیاز به اصلاحات در قوانین انتخاباتی نیست؟ دقیقاً. اگر اینچنین کمیسیون هایی که اون مسائل اساسی که برای کمیسیون برای کمیسیون هست در نظر گرفته نشه، ولی ایجاد کمیسیون ها راه حل نیست. بسیار تشکر. راه حل اونست که بتوانند در بخشی تکنیکی پروسه اراده وجود داشته باشه. تشکر. خیلی ممنون آقای خلیلی. آقای بلخوبی، شما با این نظر موافق هستین که اصلاحات تنها میتونه در سطح برکناری افراد متقلب در کمیسیون باشه؟ قوانین خوبی در کمیسیون انتخابات، قوانین انتخاباتی درست افغانستان داره، دیگه نیازی نیست به قوانین که تعدیلات داره شون، تنها باید افراد متقلب از کمیسیون برکنار شون. به نظر ما در سه میوار بعد اصلاحات عمیق به وجود بیاید. یکی اصلاحات در افراد که بسیار تاثیرگذاری خود داره در تطبیق قوانین و برنامه،
دوم اصلاحات در برنامه های مدیریتی و تکنیکی از بالا تا پایین خیلی مهم است. و سوم اصلاحات در قوانین. شما ببینین قوانین انتخابات مخصوصا قانون تشکیل صلاحیت و وظایف انتخابات که ما روی از او کار کردیم قبلا هم قانون ما پاس کرده بودیم از کمیسیون عالی قضایی و فعلا هم فردا در آجندای مجلس عمومی گرفته شده. در اونجا خیلی نقاط بوده که واقعا از ابهام، از اجمال، از گنگ بودن قانون سوء استفاده شده. مثلا شما ببینید عزل کسی که تخطی میکنه و در اینجا سوء استفاده از وظیفه میکنه در قانون خوب پیش بینی نشده که ما این مرحله آوردیم. مثلا در قانون صلاحیت ها بیشتر مثلا به دانشجو داده شده و کمیشنرهایی که رای میگیرن و اونا صلاحیتی خوب دارن اینا در عاشق قرار میگیرن. مثلا ما شما دیدیم در این انتخابات و موضوعات دیگه که فعلا در یاد می نیست. پس اصلاحات هم در قوانین، اصلاحات هم در افراد، اصلاحات هم در برنامه، چی مدیریتی، چی تکنیکی، چی او طرز عمل ها و لوایحی که بر روشنایی قانون نوشته میشه اینا بعد همش یه تا ما نتوانیم اینا زنجیره است، تا ما نتوانیم در عرصه از یک اصلاحات بنیادین و عمیق را به وجود نیاریم ما نمیتوانیم به اهدافی که داریم دست پیدا کنیم. بسیار تشکر آقای خلیلی. سه محوره که آقای بلخوبی یاد کرد که در اصلاحات وارشه و افراد بحث برنامه های مدیریتی و تکنیکی همچنان در کنارش قوانین آنچه که آقای بلخوبی گفت قوانین هم باید اصلاحات وارد شد. بار شما چی هست؟ دقیقا ما در بیشتر در پروسه در انتخابات 93 یک مقدار بر شاهد قضایا و حوادثی در درون پروسه داخل پروسه که بودیم کار میکردیم دیدیم بیشتر در مسائلی که بخشی عملیاتی است کارهای اجرایی مربوط میشه و داده شده به یک گستردگی بسیار کلانی بر دارنشا ریاست دارنشاه و دارنشاهی که مثل انتخابات از صلاحات های بسیار وسیع و بسیاری برخوردار است. حتی رهبری که کمیسیون انتخابات از خیلی مسائلی که اونجا صورت میگیره آگاهی نداره و خصوصا در تعیین اعضای موقتی که برای کمیسیون در دارنشاه اینها همه از صلاحیت دارنشاه است. دارنشاه میتونه هر کس را جذب بکنه و هر کس را پس دوباره منفک بکنه و میتونه که کسانی را به خواست خودش خواسته باشه بگیره و کسانی را به عنوان تخطی گران اینو و معرفی بگیره. ما این شما موافق هستین که در بعضی قوانین باید اصلاحات وارد شود؟ دقیقاً در این بخشی و در این بخشی که کمیسیون دقیقاً باید بازنگری شود. دیدگاه شما در مورد این مسئله چی است که حالا ادعای وجود داره که یک عده افرادی که در کمیسیون اصلاح انتخاباتی تازه تعیین شدن عضو کمیسیون انتخاب شدن افراد مسلکی در بحث انتخابات نیستن؟ چقدر باور دارین که این افراد بتانن اصلاحات را که واقعا لازم از دا اعتماد مردم دوباره برگرده با پروسه انتخابات و نظام انتخاباتی کشور او اصلاحات وارد بکنن؟ دقیقا در اون لیست که منتشر شد و قرار است که اونا نظام اصلاحات انتخاباتی را مدیریت کنن که از طرف رئیس جمهور یک برخی از این افراد خودشان جزی از مشکل هستند که در انتخابات 93 اینها مشکل آفرین بودن، دخیل بودن در برخی از مسائل و قسمت دیگه هم بگونه هست که افرادی که وارد باشن به پروسه هم از نیاز بخشای تکنیکیش هم از نیاز حقوقیش متاسفانه اونطوری که لازم بود و او تعهدی را که به مردم هر دو رهبر سیاسی سپرده بودن دیده میشه که او تعهدها چندان مورد توجه قرار نگرفته و از باور شما حالا که این با باور شما یکی از افراد مسلکی نیستن و در واقع اینکه شما گفتین بخشی از مشکل میتونن خود اینا باشن، فکر میکنید معیار بر رهبران حکومت وحدت ملی برای انتخاب اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی چی بوده؟ خب ما مشکل جدی ما همین بینیم که در حکومت ها و اگر یک اراده واقعا که او بر اساس یک منطقی که در او یک مدار عقلانی فکر شده باشه و یک مدار عمیق روی پروسه فکر کرده باشن و نابسامانی هایی را که در گذشته ما تجربه کردیم مورد توجه قرار داده باشن که میتونن اینها را واب داره و او رهبران برای کسانی را بگمارن که اونا مؤثر واقع شوند اینجا و برای افرادی که تازه گماشته شده معیار چی بوده؟ دقیقاً او را باید رئیس اونایی که اینها را معرفی کردن اونا باید چی بوده؟ بار شما چی است؟ بار بیشتر که مسائل سیاسی است و بیشتر مسائلی هست که از بودی افراد اشخاصی که نزدیک بودن به اینها و اونایی که نزدیک بودن اینها رو معرفی کردن در نظر گرفته شده و برای حل
این معضل و برای سالم ساختن این پروسه باوری ما است که توجه صورت نگرفته. و باور دارین که نو اصلاحات لازم وارد بکنن؟ ما به این خیلی چی نیستیم، خوشبین نیستیم که بتوانن به این ترکیب و به این سازبرگ اصلاحات لازمی که در این پروسه نهاد هست و در این کمیسیون هست بوجود. بسیار تشکر آقای بلخوبی. شما موافق هستین افرادی که در این کمیسیون حضور دارن حالا در کناری که مسلکی نیستن و شایسته نیستن بخشی از مشکل میتونن خود اونا باشه، در کنار از اگر شما بپردازین به این مسئله که فکر میکنید معیار رهبران حکومت وحدت ملی بر انتخاب اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی با توجه به افرادی که گماشته شده چی بوده؟ بله من موافق هستم در قسمت که بعد افرادی بی‌طرف مسلکی با تجربه بسیار منصف و افرادای بسیار آراسته در اینج انتخاب میشد که و اون آرزوی مردم را تحقق میبخشید. متاسفانه چیزی که نشده افرادی که انتخاب شده ما در گذشته اینا را میشناسیم که خودشا طرف قضیه بودند. چگونه کسی هر کس هر چیز بگندد نمکش بزن وای بر اون روزی که بگندد نمک، وقتی خود بعض افراد ازی که مشکل داره بسیار مشکل جدی داره چگونه میتونه که یک اصلاحاتی بسیار عادلانه را در اینجا بیاره، این یک مشکل. در رابطه با سوال دوم شما که معیار چی بوده بر رهبران حکومت وحدت ملی، متاسفانه در قسمت رهبران وحدت ملی سیاسی برخورد کرده، من نظر می است که در کنار که نو طبعا سیاسی برخورد میکنند یک مقداری تجربه و تخصص و بعضی ویژگی‌های دیگری هم در نظر می گرفتند تا این کمیسیون یک کمیسیون قوی، یک کمیسیون بسیار فعال، یک کمیسیونی که واقعا می توانست یک سر اصلاحات عمیق را برای پاسخ مردم و برای شفافیت انتخابات آینده و برای مشروعیت انتخابات آینده اینا دستاورد می داشت. آقای بلخوی بیاین خیلی این مثلا اشاره بکنین که رهبران حکومت وحدت ملی افراد را که با باور شما و با باور آقای خلیلی مسلکی نبودن در این کمیسیون گماشتن، فکر میکنید تعیین و انتخاب افراد بر اساس زد و بندهای سیاسی بوده یا واقعا احساس میکنید که رهبران حکومت وحدت ملی زیاد علاقمند ایجاد اصلاحات جدی و اساسی در نظام نیستن و این افراد گماشتن تا نتونن اصلاحاتی که واقعا مردم میخواه ایجاد بکنن؟ طبعا شما هم در جریان هستین که ازارات رئیس محترم اجرایی حکومت وحدت ملی شکل ازاراتشان بود که تقریبا خیلی راضی نبودن به چیز. از این فهمیده میشه که نه، اراده اصلاحات عمیق و همه جانبه وجود داره از یک طرف قضیه، ولی طرف دیگه ممکنه که سیاسی برخورد بکنه چنانی که هم تو گفته میشه و طبعا نمیخواه کسانی که این مرهون اونا هستن اینا را عذاب بکنه و اینا را به شکل سریزنا فشار بیاره، اینا خودم مرهون میدانند، ولی زای چیزا به نظر ما دخیل است. بسیار تشکر آقای خلی. یک بحث دیگه می است که حالا افراد را که شما میگین مسلکی هم نیستن و شایسته هم نیستن که در این کمیسیون حضور داشته باشن، گفته های وجود داره و بعضی رسانه‌ها خبرای از این قبیل هم نشر کردن که اختلافات میان اعضای کمیسیون وجود داره و اینا خودشون یک دید واحد بر چگونگی ایجاد اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی کشور با یک دید واحد وارد میدان نشدن. فکر میکنید که حالا که در کناری که نام مسلکی نیستن دید واحد هم در میان اعضای کمیسیون وجود نداره، اختلافات هم حتی رسانه‌ای شده، چقدر میتونه به اعتبار این کمیسیون صدمه بزنه؟ اگرچه خیلی مهم نیست که ما ببینیم که در افرادی که در کمیسیون هستن و اعضای کمیسیون چقدر با هم نزدیک هستن و چقدر از هم دیگر فاصله و دور هستن و بیشتر اینجا چیزی که جالب توجه است، اهمیت است، دیدگاه و نظر دو رهبر سیاسی است که در مشکلات جدی که در پروسه انتخابات به وجود آمد و به اساس از او در به نتیجه لازم نرسیدن و دور دوم بسیار بدی هایی که در پروسه بود و این باعث شد که باعث شکل گرفتن یا به وجود آمدن حکومت وحدت ملی شد. حکومت وحدت ملی برای خروج از بحران بود و او چالش هایی که فراروشان بود و او افغانستان میرفت به طرف یک وضعیت بدی ناگزیر و در یک ناگزیری حکومت وحدت ملی به وجود آمد. بیشتر در اینجا برای اصلاحات انتخابات نظام انتخاباتی برای مردم توقع انتظارش از آقای دکتر عبدالله است که یک ضرر کلان اونجا پذیرفت و آمد از یک ریسک قبول کرد
و ادعا میکرد که من برنده انتخابات هستم. بعد به این اساس در اونجا در توافقاتی که قبل از این کمیسیون در شکل گرفتن حکومت وحدت ملی در اونجا مسائلی که بحث شده بود، این مسائلی رو نشان میداد که باید این حق برای اجرایه داده شود و در اینجا بیشتر دیدگاه و نظریاتی دکتر عبدالله مطمع نظر باشه. و چیزی هم که از اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی در واقع به رئیس جای حکومت وحدت ملی پاسخگو هستند و از کارشان به رئیس جای گزارش میدن. دقیقاً بعد افراد او زمان میتونه این پاسخگویی و ای باشه که افراد در همو زدبندهای سیاسی دیده میشه، دیده شده که افراد به کدام جناح تعلق داشتن. آیا اونها در یک وضعیت همونطوری که ما کمیسیون انتخابات هم قرار بود که برای مردم، برای نامزدان انتخابات پاسخگو باشه، کمیسیون پاسخگو نبود. خیلی از مسائلی بود که ما مطرح میکردیم در اشکالاتی که بود، تقلبات، تخطی ها و خلاف ورزی هایی که در پروسه صورت گرفته بود، نه کمیسیون شکایات و نه کمیسیون انتخابات، هر دو چون متعلق به نظام بودن و از حکومت، از اونجا نفوذ حکومت در اونجا بود و اونا مطمئن بودن که حمایت های پنهانی ازشون صورت میگیره، در برابر مردم پاسخگو نبودن، برای نامزدان انتخاباتی پاسخگویی نداشتن و هیچ ارزشی هم برای شکایت ها نمیکردن. ما اگر قرار باشه که این حرکت و این کمیسیون هم چنین یک چیزی باشه، او ما از این میتونیم بگیم که شاید آقای عبدالله نتونه که از اینا. و در مورد دیدگاه آقای بلخوبی، باور شما چی است که یک جناحی از حکومت وحدت ملی خواستار این نیست که باید اصلاحات جدی و اساسی در نظام انتخاباتی کشور وارد شود؟ از ایجاد کمیسیون، از روندی که در نظر گرفته شده و او توجه لازم بر بخش هایی از ای که بعد به کمیسیون که بعد توجه میشد توجه نشده، همین را نشان میده. آقای خلیلی، یک بحث دیگه ای است که هماره هم در توافق نامه سیاسی و هم اعضای حکومت وحدت ملی تاکید دارن این است که کمیسیون اصلاح انتخاباتی در واقع خودسرانه نمیتونه هیچ کاری بکنه. دیدگاه های تمامی نهادهای ناظر بر پروسه انتخابات، فعالین مدنی، احزاب در نظر گرفته چنین کار را میکنه. حالا وقتی دیدگاه ها را اینا میگیرن، تمامی دیدگاه های مفیده، فکر نمیکنید که یک مقدار همون مسئله که شما میگین شایسته نیستن را باز رفع میکنه؟ دقیقاً، ما اگر ما بگیم که در یک وضعیت ایدئال قرار داریم، چون چه از شهاد میاثر باشه، ما در یک حالت که ما از بحران برآمدیم، هنوزم در یک حکومتی که بین دو رهبر در تقسیم یا توزیع قدرت شریک هستند، هنوز خیلی اشکالاتی در درون خود نظام وجود داره. در طی 6 ماه هنوز اینا توان و قدرتی را پیدا نکردن که آیت کابینه خود تشکیل بدن و خیلی مسائل دیگره، و کمیسیون هم یک بخش است که ما بسیار خیلی چی نیست که ما بگیم که اینا بتونن و چی داشته باشن که به این مشکلی که در کمیسیون از به این ساز برگی که از فایق بیاید. خیلی سپاس، ممنون از شما. ادامه این بحث پس از یک وقفی کوتاه. با سلام مجدد به ادامه آخر خط از نور خوش آمدید. آقای بلخوبی، حالا گفته میشه که این کمیسیون به زودی کارش رسما آغاز خواهد کرد. از دید شما اولین کار را که کمیسیون اصلاح انتخاباتی باید انجام بده چی است؟ کمیسیون بعد سه تا کاری مهم و عمده را با عنوان وظیفه اصلی خود انجام میده. یکی اینا پرونده هایی که تشکیل یافته و اتهام هایی که برای هر دو کمیسیون ها وجود داره، اینا را بسیار به طور جدی و دقیق بعد مورد بررسی قرار بده تا افرادی متهم یا مجرم ای تفکیک شد. شاید هم در بین افراد خوبی باشه. کار دومی که اینا سعی بکنن برنامه‌ای که در گذشته بوده و بحث‌های تکنیکی مدیریتی اینا را بررسی بکنن. دو و موضوع سومی است که اینا سعی بکنن یک تغییرات بسیار عمده و اساسی روی افراد بیارن. و این وقتی می شود که یک راشی است که قانون تشکیلات آماده است، در شرف تایید شدن و تصویب شدن است و بسیار یک کمک خوب به اینا می کنه. با این قانون که نظرات کل احزاب سیاسی، جامعه مدنی، پارلمان، کمیسیون و نقطه نظراتی همه گی در اینجا جمع شده، یعنی یک چیزی شده که ممثلی بالاخره نقطه نظراتی همه طرف هایی است که اصلاحات می خواهند.
و این قانون بسیار به اینا کمک میکنه در قسمت تغییرات افراد، در قسمت تغییرات مدیریت ها، گزینش ها، عزل و نصب ها و برنامه های بعدی. ولی زو اگر اینا این سه میور در محتمه نظر خود قرار بدهند و بسیار با دقیق پیش بروند و اگر تصمیم داشته باشند برای کار و میتوانند که اینا یک سر اصلاحاتی رو که حداقل قابل قبول مردم باشه و یک مقدار اعتمادی از دست رفته دو مرتبه اعاده بکنه، شاید اینا بتونه کاری بکنه و به وجود بیاد. آقای بلخوابی، شما در آغاز اشاره کردین که در انتخاب اعضای کمیسیون اصلاح انتخاباتی در واقع برخورد سیاسی صورت گرفته و یک ایده اینا بر اساس روابطی که با اونایی که در واقع مدیون یک ده افراد در کمیسیون هستن که باعث شدن به قدرت برسن هستن، فکر میکنید که ایمی افراد با توجه به زدوبندهایی که با افرادی که در واقع گفتین مدیون هستن و بعضی اشخاص در کمیسیون بتونن پرونده هایی که واقعا نیاز به بررسی داره را بررسی بکنن؟ البته این ضعف وجود داره اونطوری که قبلا اشاره کردیم، ولی چند چیز میتونه که ضعف را جبران کنه یا جبیره کنه. یکی که مستقیما باید نقطه نظراتی همه طرف های افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، پارلمان، شورای ملی و اینا در اینجا لحاظ شد، حقوقدان های ما و شما، کسایی که تجربه داره، یعنی نظرات جمع شد، این یک مقداری تلافی میکنه. نقطه دوم، مسئولیت عملی و اجرایی مستقیم به دوش رئیس اجرایی دولت هسته از لحاظ مبنای توافقنامه که اینا دارن، ولی زا در اینجا اینا باید رئیس اجرایی نظارت قوی بکنه، قدم به قدم اینا رو نظارت بکنه و کارکرد از اینا رو، عمل از اینا رو، برخورد از اینا رو و زیر نظر بگیره تا بتوانه که ما نقاط ضعفی که حساب کردیم به این شیوه جبران شه. اگر این دو تا کار صورت بگیره، ولی زا یک مقدار شاید ما بتوانیم به اهدافی که یعنی همو اصلاحاتی عمیق نظام انتخابات باشه دست پیدا بکنیم. اگر این دو کار نباشه، اینا خودسرانه عمل بکنه و نقطه نظرات همه افغان ها را در نظر نگیره و از طرف دیگه هم جناب رئیس اجرایی در این قسمت به پروا برخورد بکنه و از طرف دیگه هم خود از اینا در درون این تصمیم و اراده را نداشته باشه برای یک اصلاحات عمیق، ما به اون اهدافی که داریم و این کمیسیون بر اون مبنا ایجاد شده ما به او دست پیدا نخواهیم کرد. و حالا که در واقع کمیسیون اصلاح انتخاباتی پاسخگو است بر رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی نظارت میکنه از کارکردهای کمیسیون، فکر میکنید که میتونه رئیس اجرایی تاثیرگذاری خود داشته باشه و اینا را سوق بده به سمتی که واقعا اصلاحات جدی وارد شوند، چه که همواره رئیس اجرایی تاکید داشته است که باید اصلاحات جدی وارد شود؟ امو صلاحیتی که توافقنامه سیاسی برای رئیس جمهور کشور داده، امو صلاحیت را امو توافقنامه سیاسی برای رئیس اجرایی داده، ای باید اعمال صلاحیت بکنه، یعنی ای باید از همو آدرسی، از همو صلاحیت و جایگاهی که داره ای اعمال صلاحیت بکنه، چنانی که ریاست شورای وزیران را ای با دوش داره و تمام حکومت پاسخگو بیسته و ای باید ای گزارش در مزیر رئیس جمهوری را بکنه. این نقطه هم از این قاعده استثنا نیست، یعنی این نظارت کامل داره و این میتونه نظارت قوی داشته باشه و جلوی کمکاری از این آره و بیکاری از این آره و بعضی مشکلاتی که طبعا در اینجا وجود داره اینا رو او خودش مستقیم نظارت بکنه و جدی جلوگیری بکنه. در غیر صورت پس امون آش هست و امون کاسه، پس ما چی انتظار داشته باشیم؟ وقتی خود جناب رئیس اجرایی این صلاحیت رو داشته باشه و صلاحیت نظارتی رو داشته باشه و اینا پاسخو در برابر رئیس اجرایی باشه، بعد این کار صورت بگیره، یعنی این خلایی که در این پروسه وجود داره بعد با نظارت قوی ای جبران شه. بسیار تشکر آقای بلخوابی. آقای خلیلی، میخواید این مورد دیدگاه شما رو بشنوم که فکر میکنید با توجه به اینکه رئیس اجرایی نظارت میکنه از کارکردهای کمیسیون اصلاح انتخاباتی و یکی از تاکیدات رئیس جمهور دولت وحدت ملی هم آوردن اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی کشور بوده، این نظارت میتونه در واقع همون مانع و جلوگیری بکنه از نقاط ضعف را که آقای بلخوابی یاد کرده است کمیسیون؟ خوب دیده میشه در باز گذشتی که چقدر تاثیر داره
و چقدر اینا ملزم هستن میتونن به او مسائلی که دارن از او لازم است رئیس جمهور داشته باشن. ما اینطور میبینیم که حکومت وحدت ملی و رهبران حکومت وحدت ملی از تعهداتی که سپردند برای سالم ساختن پروسه تفره میرن. یکی از مواردی در اونجا بسیار جدی که بود مسئله مطرح بود که همو اعتبارنامه یا کارتی که میرن از او استفاده میکنن برای رای چیزی بسیار جدی اساسی و گپی که بسیار اشکال برانگیز بود او بود که روی از این هیچ توجه نشده که آیا مردم پس با مو کارت رای دهی که بود با مو میرن برای پای صندوقهای رای یا تغییر دهی میاد. اگر فکر نمیکنید این مثلا بخشی از کار کمیسیون اصلاح انتخاباتی است که باید وقت داده شود به اینا که روی از این مثلا کار بکنن؟ اگر چیزی این می بود بعد روی آغاز کار پروسه تذکره الکترونیک باید کار آغاز میشه که متاسفانه این کار به اینجا در این مسئله تذکره الکترونیک از کابلبان کدام مهمتر بود از هر مسئله هر فساد دیگه که در اینجا صورت گرفته بود از هر مشکلی که چی بود به مراتب این اولویت داشت. متاسفانه به این پرداخته نشد، نه تنها پرداخته نشد که این مسئله کاملا از آجندا بیرون ساخته شده و این کمیسیون هم اگر بیه با این کندی که کار میکنه با این وضعیتی که وجود داره ما در حال در آستانه انتخابات پارلمانیستیم و تعهد در اونجا شده که باید به شورای ولسوالی هم کار صورت بگیره و مسائل دیگه هم در پیش روی هر دو رهبر سیاسی وجود داره که برای تعدیل در قانون اساسی موضوع دیگه است که در حکومت وحدت ملی با او ملزم چی است که باید این انجام بوده. خیلی از وظایف اساسی مقدمتا که بعد صورت میگرفت اینا صورت نگرفتن. وقتی که صورت نگرفتن ما به این میبینیم که همونطوری که در اظهارات رئیس اجرایی هم در برخ از مسائل میبینیم که خیلی راضی نیست، هم در ترکیبی که هست هم در نوی کار رضایتی اونچنانی نداره. پس دیده میشه که بیشتر اینجا برخورد سیاسی هست و یک فریبی دیگه در کار است و با وظایف و اونهایی که برای تعهداتی که به مردم دادن. یکی از گپ‌های جدی دیگری بود که بعد کسانی که در پروسه فساد کردن، تخلف کردن و پروسه را به بیراهه کشاند اینا به دادگاه و ارگان‌های عدلی و قضایی باید سپرده میشدن که چنین کار صورت نگرفته و این کمیسیون هم توانایی نداره که برای بعد پرونده‌های از اینا را رو بزنه و اینها را به تخطی‌ها و تخلفاتی که در اونجا صورت گرفته همونطوری که اظهاراتی که رئیس کمیسیون داره و اونایی که در کمیسیون هستن اساساً اینا حتی خودی ایجاد کمیسیون یک سری اشکالاتی رو برش می‌بینن چطور می‌تونن اینا و ایره پیدا کنن که بران پرونده های اونا را برن رو بوتن و اونها را مورد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی بکنن. و فکر نمیکن اگر رهبران حکومت و عدد ملی اراده جدی برای چنین کار داشته باشن چنین کار را خواهند کرد؟ اگر قرار می بود اراده وجود می داشت پیش از هر کار دیگه با اولویتی که داشت بعد این کار انجام می دادن. وقتی که دیده میشه که با این مسائل چندان توجه نمیشه و برخورد سیاسی میشه ای باز هم مردم به این چی میکشانه که اراده جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداره. خیلی سپاس آقای خیلی. آقای بلخوابی به نکته خیلی مهم اشاره کردن، مقدماتی که نیاز بود برای قبل از آغاز کار کمیسیون اصلاح انتخاباتی حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور روی دست میگرفت روی دست گرفته نشده. از توزیع شناسنامه‌های برقی یاد کردن. شما موافق هستین که قبل از اینکه مقدماتش فراهم بکنن کمیسیونی برای اصلاح انتخاباتی نظام انتخاباتی ایجاد کردن؟ اگر رهبران حکومت وحدت ملی اراده اصلاح نظام انتخاباتی را نداشته باشه و اینا بسیار سطحی ببینن و طرفه بروند و اون وعده وعید و قولی که به مردم دادن عمل نکنن و اینا اگر انتظاری اینه نداشته باشه که در آینده یک انتخابات خوب در اولس جرگه و شورای اولسوالی داشته باشن طبعا این کمیسیون نمیتونه کاری معقول و مطلوب و قابل قبول برای ملت افغانستان را داشته باشه. ببین شما وقتی که ما گفتیم در سه محور اینا اصلاحات بیاره، قوانین، افراد، برنامه‌ها که گفتیم شامل همه بخش میشه، بخش های مدیریتی، تکنیکی، از جمله توزیع تذکره هست. شما ببینید خود رئیس جمهور به ما وعده داد، گفت که ما قبلا تقریبا یک ماه دو ماه قبل دیدیم، گفت ما اول جدی شروع میکنیم.
باز یک بار دیگه دیگه گفتمی زودی ها ما شروع میکنیم و کلی پروسه تذکره برقی تیار آماده، دستگاه، کارمند، سرمایه، وسایل و لوازمی که برای توزیع از شروع بکنه تیار و آماده است در وزارت داخله. سوال اساسی در این است که چرا چی ملحوظات و چی معانی وجود داره که ایک گونه مشکلی مالی، لوجستیکی، تکنیکی، اداری نداره این بخش چرا شروع نمی کنن؟ پس از اینجا فهمید میشه یک تعللی وجود داره. ما به این نتیجه میرسیم. پس اگر اینا اراده داره بعد بحث تذکره را جدی شروع بکنن، افزایش بیتین. دو، بحث تثبیت جغرافیایی ولسوالی ها بحث مهم است وقتی انتخابات شورای ولسوالی را مطرح میکنن و بحث نحوه بالاخره اداراتی که در گذشته خودی کمیسیون گفتن ما بالای 10,000 افراد داشتیم که تخطی و تقلب و تخلف کرده، اینا بحث های مهم است. وقتی ما میگه بحث برنامه همه یه بخش شامل میشه. پس به این نتیجه میرسیم اگر اراده جدی در صد رهبران وحدت ملی وجود داشته باشه و از طرف دیگه هم اینا نظارت بکنه، مخصوصا رئیس جرایی که از لحاظ چیزی به این پاسخگو هستن و بعد اینا شروع بکنه همزمان بعضی کارهایی که خود از اینا باید دستور بده مثل تذکره برقی و مثلا تثبیت جغرافیای ولسوالی ها که مربوط ارگان های محل میشه، اینا رو باید در عرض ای کمیسیون شروع بکنن. برای از اینکه ما وقتی نداریم که دیگه ولسی جرگه فرصت کارش تمام میشه و ما در یک خلای قانونی قرار بگیریم و ما شورای ولسوالی رو داشته باشیم، ما دو سال بعد دیگه یک و نیم سال بعد دیگه ما میخواییم که لوی جرگه چیز داشته باشیم، تعدیل قانون اساسی رو داشته باشیم. اینا بسیار بحثای کلان و مهم است. به نظری ما با این برخورد ابتدایی و صدهی و بیمیل یک ایجاد کمیسون به این رقم و دیگه اینا رو حمایت نکردن، کار نکردن و این بحثایی که گفتیم اینا رو آغاز نکردن، ما به اون هدف نمیرسیم. و هدفی که اصلاح عمیق میخواییم، ما در وندی یک بالاخره انتخابات شفاف و عادلانه میخواییم، ما پروسه اعتماد میور میخواییم، ما تذکره میخواییم که تثبیت شوه و در گذشته بسیار تقلب بوده و میلیون ها کارت تقلبی از مرزای جنوبی ما وارد شد در اینجا، صندوق ها پر شد. اینا بسیار بحث جدی است. و اگر کوتاه اشاره بکنین آقای بلخوابی، اگر واقعا به بحث آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور سیاسی برخورد شود و رهبران حکومت وحدت ملی هر کدام به خواست خودشون به این مسئله بپردازن، فکر میکنین پیامدش چی خواهد بود؟ متاسفانه اگر به سیاسی و سطحی برخورد شوه و اون قول و وعده و وعیدی که اینا دادن و انتظاری که مردم دادن، فریاد مردم شما شنیدین از جامعه مدنی، نخبگان، اساتید دانشگاه، شورای ملی، همه بخش های کشور را، اگر اینا این رقم برخورد نکنن دیگه یک آینده روشن بر انتخابات، پروسه انتخابات اینو انتظار نداشته باشه. دیگه او انتظاری که مردم داره برآورده نشه و مردم هم پای صندوق رای آماده نخواهد شد و از طرف دیگه هم یک گونه اطمینان وجود نداره و اون اعتماد نیمبندی که نسبت به وعده و وعیده ها و شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی مردم داشت، اونم از بین میره. بین حکومت و بین مردم یک فاصله بسیار عجیبی به وجود میاد و عواقب بسیار بد خطرناکی خواهد داشت. بسیار تشکر. و به عنوان آخرین پرسش از شما آقای خلی، اگر با مسئله آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور سیاسی برخورد شود و رهبران حکومت وحدت ملی هم هر کدام به خواست خودشان به این مسئله بپردازند، واقعا فکر میکنید پیامدش چی خواهد بود؟ دقیقا با به او آرزوها و امیدی که حکومت وحدت ملی شکل گرفت و توقعاتی که مردم از این دو رهبر سیاسی داشتن، چیزی که بسیار زیاد در آغازین روز انتظار میرفت که اینا برای اصلاح نظام انتخاباتی یک اراده قوی و متین داشته باشند که متاسفانه این اراده دیده نمیشه و ما اگر قرار باشه در انتخابات های بعدی چالش های بسیار جدی را در پیش روی خواهد داشتیم. بسیار تشکر. با سپاس از آقای سید محمد حسن شریفی بلخوبی عضو مجلس نمایندگان و سید برهان الدین خلی آگاه امور سیاسی، خیلی ممنون که تشریف آوردید. همچنان سپاس از شما که تا حالا بیننده آخر خط بودید. تا فرصت دیگر خدا نگهدار. بسیار تشکر. تشکر.